یکی از تجربیات دوران سخت قرنطینه از ویروس کرونا همانا دوری از خیشان دوری از دوستان دوری از محل کار و همچنین همکاران و حتی متقاضیان ما و دوری از جشت ها، دوری از مهمانیها دوری از سفرها هرچند تمام این جدایی ها و فاصله ها با خود یک تنهایی فیزیکی را به همراه داشته اما دلیل ناآرامی و روح و روان انسانهایی که نیز در این موقعیت قرار گرفتن یک نوع تنهایی درونی و تنهایی افکار و اندیشه رو با خود داشته که متاسفانه همون نیز باری شده تا انسان در ضعف جسمانی نیز قرار بگیره در کتاب امثال 18:14 میخوانیم که اعلام میکنه روح انسان بیماری او را متحمل می شود اما روح شکسته را کیست که متحمل بشود و حقیقتا وقتی که افکار ما روان ما آسیب خورده هستش باری میشه روی جسم ما که جسم ما رو ناتوان کنه و زمانی تاثیر بد این تنهایی به اوج خود میرسد که در اندیشه و در تفکرات خود نیز این تنهایی رو کاملا بهش تکیه کنیم یعنی باور کنیم ما انسان تنهایی هستیم و کسی حامی ما نیست و این تنهایی درونی نیز باعث همون گونه که گفتم رنج جسم ما خواهد شد و سلیمان در باز کتاب امثال 17 22 اعلام میکنه دل شادمان یعنی فکری که درش امید هست امیدوار هست دل شادمان شفای نیکو میبخشد وقتی که فکر ما این اطمینان رو داره این امید داره این آرامش رو داره مسلما جسم ما در سلامتی خواهد بود اما روح شکسته یعنی فکری که بدون امید هست فکری که هیچ پناهگاهی نداره فکری که همه موقعیت ها رو بد میبینه و حتی از فکر و دل و زبانش متاسفانه ما میبینیم بدبینی صادر میشه اعلام میکنه اما روح شکسته استخوان ها را خوش میکنند یعنی بنیاد جسم انسان رو ناتوان خواهد کرد و به او آسیب میزند همه ای ما در طول زندگیمان تنهایی را نیست تجربه کردیم آنجایی که نیاز به محبت پدر یا مادر داشتیم اما آنان را کنار خود نیافتیم آنجایی که دلگرمی خواهر و برادر و یا دوست خوبی را نیازمند بودیم ناچارم بدون آنها روزهای سخت را پشت سر گذروندیم زمانی که احتیاج به یک تکیهگاه مالی و قوی داشتیم هیچ دلسوزی را در کنار خود نیافتیم و اگر در همین تجربیات بعد گرفتاری خودمون رو ثابت کنیم یعنی بپذیریم که حقیقتا ما انسان تنهایی هستیم در فکر از فکرمون به تنهایی رسیدیم تا به آنچه چرا که داریم درش زندگی میکنیم متاسفانه این نیز یک اسارت خواهد بود که حقیقتا باعث تخریب و ویران کننده زندگی ما نیز خواهد بود گذشته از جنس ما همچنان که کلام خداوند در کتاب پیدایش نیز اعلام میکنه پیدایش دو هیچده اعلام میکنه و خداوند خدا گفت خوب نیست وقتی که اعلام میکنه خوب نیست در اصل داره اعلام میکنه که نابود کننده است حلاک کننده هستش میگه خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی یعنی یک مشاور کسی که بتونه همدم او باشه کسی که بتونه به اون نیز مشورت بده هدایتش کنه حمایتش کنه پس برایش معاونی موافق وی بساخت که او رو درک کنه یعنی به خوبی بتونه اون همسر مرد خودش رو در... درک, بکنه پس در مسیر رسیدن به نیازها و انگیزه ها و همچنین اهدافمون ما نیاز داریم که از دیگران مشورت بگیریم ما نیاز داریم یک تکیاگاه خوبی رو نیز داشته باشیم تا فکرمون رو در جایگاهی قرار بدیم که ازش امید جاری میشه ازش آرامش جاری میشه ازش شادی نیز جاری میشه و افسوس و هزاران افسوس که گاهی آدمی بین صدها انسان متاسفانه تنها هستش و این نیز نشانه در این داره که ما اون تکیه گاه اصلی رو نداریم تکیه اصلی ما یک تکیه گاه موقتی هستش هر آن امکان داره بریزه تکیه و امید پویا نیست امید زنده ای نیست از این رو ترس و ناامیدی و شک و بدبینی نیز دلیلی خواهد بود که تفکرات تنهای ما رو بسازه